به نام خدا. جناب دکتر یزدی، تلویزیون ها و رادیو های وابسته به گروه های سلطنت طلب در خارج از کشور چندین سالی هستش که اتهاماتی رو در رابطه با شما مطرح می کنند در رابطه با اعدام سپهبد رحیمی در اوایل انقلاب. مدعای اونها این هستش که شما در واقع ایشون رو بازجویی کردید، شکنجه کردید و حتی در اعدامشون هم دست داشتید. کیمسان رحیمی فرماندار نظامی تهران بود در دوران انقلاب. دوستان و فعالان سیاسی که در این جریان آنها به انقلاب وارد بودن از جامعه بنده از رسول مدرسه نخواهد مثلا دلیلی بود و ما در مثلا مدرسه نخواهد میشینیم و از بیرون از سرای تیراندازی میرامد از جمله افرادی که بودن اونجا آقای تباقیان هم بودن، آقای نسیدی هم بودن، خبر آوردن که رحیم میری گرفتن آورد. گفتم خب بیارم اینجا. روز بعد از انقلاب هنگامی که مردم به طرف توی تظاهرات دوشکرده به سمت باقشاه صادق یا پادگان خرد حرکت میکردن، آقای تیمسار رحیمی با لباس مبدل در کنار خیابون در بین مردم مشغول تماشا بوده. یکی از افسران که زیر دست او بوده و رو میشناخته و توی خیابون رو هم با لباس مبدل توی تظاهرات بوده او رو میشناسه و به کمک چند نفر از دوستانش از پشت او رو دستگیر میکنن، میرن میکنن روش چیز میکنن و بغلش میگیرن و میارن میزنش تو ماشین و میارن مدرسه رکا. موقعی که من رفتم در اون جلسه حضور پیدا کردم، افراد دیگری تو جلسه بودن. آقای صدر هاشت جوادی بودن، آقای خلفانی بود، آقای فکر میکنم من سبابیان بود، افراد زیادی بودن. گفتم خب که این سال به هر را میشه تقریبا جواب سریع جواب سیری ندارم. گفت خب دستور بود در طفل دستور دستور بود. اونجا هیچ کس تا اونجایی که من بودم حاضر بودم ناظر بودم هیچ کس به شخص آقای رحیمی توهینی نکرد، تندی نکرد. آقای رحیمی در پاسخ من امتناع میکند، میگوید که ارتش به وظایف قانونی خودش عمل میکند. من به اون میگویم که آیا اونها به وظایف خودشون عمل میکنن همون جوری که در میدان جال انجام دادن؟ اشاره به کشتار مردم. این تقریبا نمیدونم ساعت 11 یا 12 شب بود که ما از مدرسه رفاه درآمدیم. آقای خلخالی با از اون سوال میکنن، نه من، صحبت من با رحیمی همین اندازه بوده. بعد از اونم من دیگه از رفاه اومدم بیرون، کاری نداشتم، من خوردان نیستم که بخوام کسی رو ماشون کنم. اما خلخالی تو هم مدت کوتاهی که من اونجا بودم از اون راجع به شاه میپرسد، اون جواب میده که من سوگند خودم و به سوگند خودم وفادار هستم. اما در مورد اعدام رحیمی آقا خمینی به من گفتش که اینا چی هم اینا میکنن شب اعدام بکنن. من گفتم من هیچ اطلاعی ندارم، در جریان نیستم، چی هستم؟ آقای خمینی از آقای خلخالی توضیح خواست. آقای خلخالی در حاشیه روزنامه اطلاعات که دستش بود اسامی 24-5 نفر نوشت، از ناجی و ویدا ارز کنم که نصیری، رحیمی و خسروداد ارز کنم که تمام اینا اسامی شد میرسه این نبودی. نه نصیری رو دوست کسی دستگیر کرد، نه هویدا رو، همه اینا در پادگان جمشیدی بازداری بودن، از اونجا برداشتن آوردن به مدرسه این رفاه. فرق میکنه با کیف با مورد رحیمی. شنیدم که رحیمی آوردن را تحصیلات یادش کردی آقای جسی گرسیم در جواب آقای خوبی گفتن که بعد سلاتی تحصیل کرده آوردن جا فلاتی تحصیل کرده و ما من بهش گفتن یعنی دو شده هست. من بهش گفتن که تیمتار دستو بودیم که این تیر اندازی خیلی بشه، این کشت کشتار مردم به این بیجهت نکنن و این گناه افراد کشته نکن. ایشان هم گفتن این که سلسل مراتبی در ارتش وجود داره که دست من نیست.
به استناد حرفی که اون روز صبح تیمسار رحیمی زده بود که من سوگند خوردم به سوگندم وفا دارم اینا، آقای خمینی برگشت گفتش که این نظامی ها هنوز باور نکردن که انقلاب پیروز شده و نگرانی خودشون ابراز کردن که ممکن است که بخواهند با هلیکوپتر بیان مرسلوی رو بمباران بکنن. آقای خمینی فرمودن که اینا هنوز در اومده این نگارن که این رژیم رو برگردارن و این دیگه باید هرچه زودتر تکلیفی ها معلوم بشه، که باید هرچه زودتر تکلیفی ها معلوم بشه. بعد هم صبح اطلاع دادن که آقای خلخالی شهر مقاتمه کرده و صبح خبر داده و دفتر آنها هم نوشته. این کار اتفاق در شب جمعه اتفاق افتاده و بود که 26 داده بود. خود آقای خمینی گفت دستور داد این 4 نفر بود به خلخالی بود، خب این 4 نفر ناجی و خوشداد و ارسان نصیری و رحیمی تو اینا رو ببرید بزنید، اینا رو ببرید بزنید. بعد من گفتم آخه آجابات این ها چیز دارن، این ها به خانواده دارن، این ها حرف شرکیشون هست، حتی قانونیشون هست که حداقل این حداقل حقشونه که با خانوادهشون صحبت بکنن، وصیتی دارن بکنن اینا. آقای خمینی بازم رفت من رو پذیرو، ما با این نحوه ادامه مخالف بود. سوال کردید که در دادگاه چی نمید؟ سوال افتاده نه، اصلا دادگاهی تشکیل نشده بود، تدا مسئله در دادگاه نبود. اما ما علی اصول با اون نوع برخورد و با اون نوع محاکمه، چه دادگاه محاکمه نبود، دادگاهی نبود اصلا، با اون نوع برخورد مخالف بودیم. خلخالی در کتاب خاطرات خودش در چندین مورد این مثلا اشاره میکنه، میگه یزدی و بازرگان به شدت با ما مخالف بودن، نمیذاشتن، راستن میگه ما نمیذاشتیم، اما نه از باب این که اینها رو نباید محاکمه کرد، بله باید محاکمه کرد، همیشه ما مخالف بودیم، چه آقای من بازرگان چه اعضای دیگر دولت ما بقل شونده، با این طرز کار و با این عرض کنم که شروع کاری در این برنامه بدون قانون زیبا گذاشتن تمام قوانین وسیع و شریع ما مخالف بودیم. میگن آقای خلخالی حتی هنوز حکم حاکم شهر رو دریافت نکرده بودن که ایشون اعدام کردن، درسته؟ در اون تاریخ خلخالی هنوز سمتی نداشت، به همین دلیل مورد اعتراض تحقیق که 25 نفر رو ردیف کرده بودن در مدفعه کار در پشت بام که برن تیرباران بکنن، بعضی از افرادی که اونجا بودن آمدن به آقای خمینی شکایت که آقا اینا دارن چیکار میکنن، برای چی رنگ رو میکشن. پس از این مرحله بود که آقای خمینی حکم داد که صادق خلخالی به عنوان حاکم شهر دادگاه انقلاب باشه. مردم در اثر اون انقلاب و در اثر رفتارهایی که مامورین اون دوران داشتن، مردم دلشون پر بوده، اونقدر هم این انقلاب گسترده بود، فریادهاش بلند بود که شاه مملکت هم شنید. حالا چطور آقای بعد از 27 سال هنوز این صدا رو نشنیدن؟ اون کسانی که خودشون رو سلطنت طلب یا پهلوی طلب میدانن فراموش کردن که شاه مملکت آمد با هلیکوپتر از آورات رو تماشا کرد و مصاحبه کرد، یک نطق معروف رادیو تلویزیونی کرد، خب مردم من صدای انقلاب شما رو شنیدم، آیا هواداران او صدای انقلاب مردم ایران رو منکرند؟ پس مدعای اینها که فیلمی هست که شما مشاجره کردید سیلی زده شده اینها اساسا هیچ سند و مدرکی هیچ فیلمی وجود ندارد، اگر وجود داشت نشان می دادن. اون فیلمی که توی تلویزیون ها نشون دادن 7 دقیقه است، متن اون 7 دقیقه هم صحبت که من میکنم همین که شما هست کردم، اگر چیزی دارن ارائه انتشار بدن. برای من در پاسخ به سوال شما من توضیح میدم که من هیچ نقشی نه محاکمه کردم نه حقوق دانم نه در محاکمه اونا دخالتی داشتم نه دادگاه انقلاب نقشی داشتم. چرا دادگاه انقلاب در فضلش پایین‌نامه‌اش که ما نوشتیم برای اینکه هر کسی سرسری خودگرانی که زیر نکشه، ما حقوق دانان دعوت کردیم یه آیین‌نامه نوشته شد، بله، اما اونا هیچ دستی به ما نداشت مطلقا. ولی تا اونجایی که مربوط به من میشه، نه من هیچ دخالتی نقشی نداشتم، این حرفا بی‌ربطه.